با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون روشلات به برنامه چهره ها خوش آمدید هفته دیگر چهره دیگر سرزمین تبعید سرزمین مهاجران انسان هایی که به این سوی مرز ها آمدن با هر اندوخته ای که داشتن با هر گمان و باوری که داشتن با هر بیم و یا امیدی که داشتند برخی توانستند حوزه های اندیشه خود را حوزه های تخصص خود را گسترده تر کنند و اجازه ندند آوارگی گم شدن در یک سرزمین قریب از آنها شخصیت های بی سمر بسازد امتزاج رو پذیرفتن در افتادن در زندگی جهانی شدن رو پذیرفتن به هر سرزمینی که روی آوردند زبانش رو آموختند با فرهنگش با جامعه آمیخته شدن و سببساز آفرینش های زندگی چه برای خود چه برای محیط خود جامعه که در آن عنوان جامعه میزبان مینگریستند، و چه برای آن سرزمینی که به گمانی پشت سر نهاده بودند مهمان امروز من شخصیتی است از حوزه دانش و علم سعید پیوندی سعید جان خوش آمدی مرسی منم تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردیم به این برنامه خوب من خوشحالم که در این برنامه هستی میدونم اهل تماشای برنامه های تلویزیونی نیستی میدونم که وقت نداری و احتمال اینکه با این برنامه آشنا باشی هم کم هست اما خب شاید این ناشناخته های تو کمک بیشتر بکنه به زیباتر شدن و بهتر شدن این برنامه معمولا ما از کودکی آغاز میکنیم فکر میکنم خودت به عنوان یک پداگوگ میدونی که این بخش از زندگی چقدر دارای بار و ارزشه برای همین میخوایم یک گذری به دوران کودکی سعید پیوندی بیافیم کجا متولد شدی؟ من در شهر سمنان متولد شدم که حتما میدونید یعنی در دویست و ده کیلومتری تقریبا شرق تهران بر سر راه مشهد هستش یه شهری در کنار کبیر و در واقع در جنوب مازندران یه شهری که در حقیقت با بافت بسیار سنتی و مذهبی و اولین دوره زندگی من خب خیلی تاثیر این فضای یه شهر سنتی یه کوچک کبیری قرار داره و در حقیقت میشه گفتش که تاثیر این رو من شاید همونجور که شما هم به درستی اشاره کردیم خیلی زیاد هست این دوره اولیه زندگی در یه همچین شهری خانواده تو چه بستری از خانواده متولد شدی و روش کردی من یه خانواده در واقع که مار همون منطقه بودن یعنی پدر مار یه دهی نزدیک سمنان است و اتفاقا از بستگان آقای روحانی رئیس جمهور و از همون دهیشون یعنی از سرخه و مادرم مار سمنان بودم پدرم معلم ریاضی در دبیرستان بود و همین موضوع باعث شد که هر چهار برادر در حقیقت در رشته ریاضی چهار تا برادر بودیم و هممون در رشته خواهر نداشتیم؟ نه این افسوس مادرم بود برای اینکه همیشه فکر می‌کرد که برادرها چی؟ شما افسوس نداشتین آه. که خواهر چرا ما هم داشتیم ولی بیشتر از همه در حقیقت مادرم همیشه تکرار میکرد که اگر تنها دا دا، یک دونه دختر حتی داشت شاید زندگیش بهتر بود برای اینکه فکر می‌کرد که تنها کسی که ازش طور واقعی حمایت می‌کنه دخترش هست چون پسرا میگفت میرن در حقیقت آه. و درجه من یه خانواده کاملا فرهنگی بودم مادرم در بیمارستان کار می‌کرد پدرم در مدرسه کار میکرد دایی من هم در آمشاورش که همسایمون بودن یعنی در حقیقت ما عملا توی فضای خانوادی, خانوادی خیلی بودیم و ن... ن... تعداد زیادی از نزدیکان ما هم در ارتباط با این فضا بودن در نتیجه میشه گفتش که درس خوندن مدرسه رفتن حرف دادن در مورد آموزش کتاب اینها بخشی از در واقع زندگی روزمره محیط زندگی ما بود رابطه تو با پدر و مادر چگونه تعریف می یه رابطه قراردادی خشک یا رابطه سرشار از عاطفه ببین من شد اولین بار دارم به این سوال جواب بدم یعنی هیچ وقت کسی از من این سوال رو نکرده بود و هیچ وقت خودم به این فکر نیفتاده بودم ام. که در این مورد مثلا یه مدار واقعا بیشتر فکر بکنم خب خوبی که آره خوبه در واقع خوبه جواب داغ داغ جامعه شناسا یعنی همون که دارم فکر میکنم کنم هر کن با صدای بلند یعنی در واقع جواب من آماده نیست ولی شاید خصوصیاتی که برای پدرم میتونم بگم که تا آخر عمر همیشه اون ویژگی رو نگه داشته بود این بود که خیلی به ما آزادی میداد و خیلی کم دخالت میکرد در <تص> کار ما به طوری که مثلا من یادم از که نه موقعی که میخواستم برم رشته ریاضی نظرش رو خواستم و اون اومد به من حتی بگه که تو چه رشته ای میخوای بری و نه موقعی که میخواستم برم دانشگاه نظرش رو پرسیدم برای اینکه بگم من با اینکه رشته ریاضی رو تموم میکنم ولی میرم به رشته جامعه شناسی اون هیچ نظری نداد همیشه در واقع بحثش این بود که اون چیزی که خودتون فکر میکنید براتون خوبه و دوست دارید اون کارو بکنید و من فکر کنم تو شخصیت هر چهار نفر ما دسته کم در مورد خودم میتونم با اطمینان بگم که این موضوع خیلی تاثیر گذاشت فرزند چند بودی؟ من سومی بودم در حقیقت ما قبل باخر. آخر بله ما و آخر بودم آخریه خیلی معمولا تحت, خیلی. تحت و بله. یه سری شانس های خاص خودشم داره ولی خب برحال ما چهار تا برادرم یه زندگی با اینکه با هم زیاد دعوا می کردیم مثل بالاخره چهار تا برادر بودیم و احتمالاً با تفاوت با... سنیایی کم با تفاوت تا... سنی نسبتا کم با دو سه سال فاصله ام. هممون فوتبال بازی میکردیم و تو... تو, تیم بودیم و دائم تو کوچه بودیم و اینا مدرسه بود مادرم رفته بود مکه و اه... ما رو پیش و این عمامون همش ما رو دعوا میکرد که ساکت باشیم و وقتی ما دیدیم دیگه دست عممون نمیتونیم کاری نمیتونی بکنیم رفتیم پشت اون درو در بسته بودیم اونجا شمشیر بازی میکردیم و هم دیگه رو کتک میزدیم و نمیدونم دست ما چه کار بکنیم یعنی من میخوام بگم که در واقع یه دوران کودکی خیلی سالم بله خیلی آروم همزمان و در یه محیطی که واقعا خیلی مثل یه ده درست یه شهر بود ولی شهری بود که میتونید از این از این سر تا اون سرش بدوین از این باغ جنوب به طرف باغای شمالش بدوین و شهر تو دستتون باشه یعنی فکر نکنید چیزی گم شدن که... نداشته باشی بله خیلی 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 حس خوبیه یعنی قایم موشک ما در بود شهر بازی میکنیم یعنی قایم موشک بازیمون اینقدر رو شهر براخره شهر اون. کوچیک همینه دیگه رابطه با مادر چگونه بود مادرم البته تاثیرش از پدرمون یه زیادتر بود به جهت اینکه دخالت او در زندگی ما زیادتر بود یعنی اون خیلی بیشتر فکر میکرد به اینی که ما حتما بریم دانشگاه احتمالا در چه رشته ای یا باید موفق بشین حتما و خیلی حساس بود به آینده ما در حالی که پدرم آزادی خیلی زیادتری بهمون میداد برای اینکه ما اون کاری که دلمون میخواد انجام بدیم یعنی شکست تحصیلی برای مادرم یه شکل فاجعه را داشت در حالی که برای پدرم یه چیز خیلی عادی تر ولی دید. در مورد شما هم رخ نداد شکست تحصیلی نه نبود اصلا هیچ هیچ وقت با مردود یا چون. مشکل نداشتم یعنی مثلا تجدید داشته بشیم یا مردود بشیم ولی میخوام بگم مادرمون همیشه این از روانشناسی به ما طوری میگفتش که خیلی مسئله مهم می که اگه ما در واقع از داری تحصیلی مشکل داشته باشیم مم. یا اینکه رفتن ما ب... مثلا من یادم است که من یاد داداشم وقتی میخواستیم بریم از سمنان به تهران برای کنکور خب مادرمون همه اقدامات رو انجام داد برای اینکه ما بتونیم یک کلاس کنکور خیلی خوب بریم مثلا من رفتم کلاس کنکور رودی در تهران میدون کاخ و برای اینکه حتی در دانشگاه موفق بشیم ولی پدرم فکر میکرد که حتی این کارم لازم نیست اگه من انگیزه داشته باشم باید درس بخونم و موفق بشم لازم نیست که من برم کلاس کنکور ولی مادرم خیلی اراده گرانه تر فکر می کرد که میکرد که سازماندهی میکرد بله باید حمایت بکنه ما رو و فشار بیاره برای اینکه ما برای همین هم هر وقت ما نیازی داشتیم برای تحصیلمون و فکر میکردیم که نیاز مالی یا کمک احتیاج داشتیم اینا میتونستیم رو مادرمون خیلی حساب بکنیم برای اینکه اون به هر ترتیبی بود در واقع اون می این میتونیم میتونیم می می گونه می ترجمه بکنیم که مادر دارای اتوریته بود یا نه برای اینکه بالاخره یه رابطه تو خونه ای که پنج تا مرد باشن یک زن در حقیقت اینه که یک زن بخواد اوتوری داشته باشه خیلی کار سختی بود ولی چیزی که تو مادرم همیشه اساسی بود و شاید من این بخشش رو از مادرم گرفتم اینه که یه نوع ارادگرایانه ای که رفتار ارادگرایانه که مشکلات رو تحقیر میکرد خودش وقتی که شوهر کرد شش کلاس درس خونده بود ولی تونست هم, هم کار بکنه هم چهار تا بچه رو نگرداره و هم دیپلم بگیره ام. یعنی شش سال من یادم که میرفت شب روز میرفت کار میکرد بعد از ظهر میرفت اصر غروب میرفت کلاس شب میومد خونه و کار میکرد برای اینکه بتونه دیپلمشو دبیرستانش رو طی کنه و برای دیپلم بگیره و این با اینکه برای ما سخت بود برای اینکه ما هم می باز کمکش میکردیم تو غذا درست کردن پدر, اینا. پدر چی؟ پدرم کمک میکرد؟ نه پدر آره خب خیلی همراهی میکرد برای اینکه این و شما شاهده این بودین یعنی شاهده نوعی از تفاهم و حمایت پدر از مادر بودین و عدم تفاهم برای اینکه خب پدرم هم با این مشکلات خب ترجیح میداد که همیشه چیزایی نباشه و راحت زندگی کنیم ولی انتخابایی که مامانم مادرم میکرد همیشه های اینجوری بود اراده گرایانه بود و در نهایت پدر بود تسلیم میشد نه کمتر یعنی پدرم ترجیح میداد که بیشتر وقتی که از سر کار می اومد با دوچرخش بره تو قهوه خونه با دوستاش ورق بازی کنه مثلا یا بره مثلا یه رستورانی که داشتیم که مشروبات الکلی میدادن تنها رستوران شهر بود و یه خیلی دوست داشت اونجا رو اینا یه سری هم به اونجا بزنه قبل از اینکه بیاد مثلا ساعت 7 8 خونه در حالی که مادرم در این فاصله خیلی کار رو کرده بود هم غذا درست کرده بود هم درس‌هاش رو خونده بود هم رفته بود آموزشگاه شبانه سر کلاس و در واقع بر من همیشه یه نمونه فردی بود که به اون چیزی که تصمیم میگیره با تلاش خودش میرسه حتی اگه شرایط نامساعد دید. امروز بعد از گذشته همه این سال ها خودت پدری استاد دانشگاهی میش از نیمی از قرن رو هم طی کردی حالا دقیق مشخص نمی کنیم، اما اگر بخوای نقش پدر و مادر این شخصیت رو به نسبت شخصیت های که در جلوی روی خود داری بخوای با یک نگاه تطبیقی اونو بررسی بکنی چه خواهی گفت من فکر میکنم که شاید این حرفم میمد داریم در واقع خود نه خودخواهانه ولی مثلا یه نوع یعنی پرمدعایی باشه ولی من فکر کنم که من یه چیزهای رو از بابام گرفتم که خیلی توش میپسندیدم یه چیزهای زیادی رو از مادرم گرفتم که درش میپسندیدم و یه چیزهای رو از مادرم نگرفتم که همیشه بر من جای پرسش داشت مثلا مادرم مذهبی تر بود و پدرم مذهبی نبود اصلا من از علاقهش به اون رستوران معلومه بودکا میخورد و ولی اون چیزی که در پدرم خیلی عمده بود احترام به دیگری به عقاید دیگری بود یعنی هیچ وقت فکر نمی که هیچ چیزی رو به دیگری باید تحمیل کرد یا کسی رو بر اساس نوع زندگیش و نوع انتخاباش باید سرزنش کرد من یادم از برادر اول هم ازدواج کرده بود خب تو شهر ما توی شهر کوچیک وقتی یکی با یه دختری ازدواج میکنه که ما رو شهر خودمون نیست میگن رفته با غریبه ازدواج کرده دیگه خب افراد مثلا با یه غریبه مثلا راه دور ازدواج کرده بود خب برای خانواده ما زیاد قابل قبول نبود اطرافیان ولی پدرم خیلی دوست داشت زن برادرم و و خیلی براش احترام قائل بود برای اینکه برادرمو رو دوست داشت و اونو هم دیگر دوست داشتن فقط به این دلیل اینه که مثلا جزوی خانواده نبود جزوی شهر نبود نمیدونم همون جوری که ما میگیم براش نمیگفت براش هیچ اهمیتی نداشت چه نگاه این پدرم بود مادرم خیلی هو... براش مذهبی بود هفت بار مکه رفته بود نمیدونم همه چیزای مذهبی رو به جا آورد اینا چه رو میکرد که شما هم مذهبی باشید نه هیچ وقت فقط از ما اصراری که فقط دلش می‌خواست که ما احترام بذاریم و مذهبی آه. بشیم و هیچ وقت به ما فشار نیاورد که نماز بخونیم و دلش هم که ولی ما هیچ وقت هم جلوش هیچ تظاهر نمیکردیم مثلا وقتی می اومد پاریس خونه من من هیچ وقت مثلا جلوش هیچ دوستام که می اومدن حتی فرانسوی هم می اومدن من مثلا شراب نمیذاشتم به این دلیل که به مادرم فقط احترام گذاشته باشم این احترام ب... یعنی این نوع رابطه بین ما بود و اونم میفهمید که من این چیزا میکنم و روزی که در مادرم نمیپسندیدم این بود که خیلی در داوری بر اساس همین هویت مذهبیش بود از این طرف و از طرف دیگر در حقیقت خیلی سختگیر بود نسبت به دیگران و از از دنیای ارزشی خودش و داوری های خیلی سختی داشت داره که پدرم هیچ وقت من نشیندم که مثلا بعد کسی را بگه یا مثلا بگه که این به خاطر این نوع لباس پوشیدن این حرف این نوع زندگی کردن این نوع اسر. مثلا موی سرش اینجوریست به این دلیل اونو سردنش کنه مثلا عدش ایراد بگیره واقعا هیچ وقت به من نگفت چرا اینجوری لباس پوشیدی یا چرا و اونجوری و رب این, رب این نگاه هم در تو قوی امروز بله در برخورد یعنی ای من این چیزا رو از پدرم از مادرم اون اراده گرایی برای هدف ها رو گرفتم من فکر میکردم که پدرم هیچ وقت اراده گرایی نبود که اون بابام شش کلاس درس خونده بود یه دوره تخصصی زده بود شروع معلم دبستان در اون زمان و هیچ وقت دیگه فراتر از اینم نمیخواست بره به همین زندگی خودش خانه بود در حالی که مادرم در واقع دلش تا دانشگاه بره مادرم دلش میخواد رانندگی بکنه یعنی به عنوان یه زن هیچکس کس اون موقع رانندگی نمیکرد در اون زمان ولی اون دلش بخواد تو شهر کوچیک که ما رو را رانندگی بکنه این بخش در واقع اراده گرایی مادر من فکر کنم معدش گرفتم برای همین میگم یه چیزایی را از حرفشون گرفتم هر دو کاراکتر کاراکترهای فوق العاده ای اولین باری که اولین کتابی که خوندی یادت رمان داستان من حادثه خیلی مهمی که تو زندگی ما اتفاق افتاد تو زندگی من و اینجا شاید جا داره که به عنوان یه, یه کسی که این موضوع براش مهم بوده من شهادت بدم اینه که من یادم از در دبستان دوست، در که بودم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اولین بار اومد به شهر ما ما اصلا کتاب خوندن برد نبودیم من شاید هشت سال داشتم واقعا شاید اصلا شاید کتاب خوندن به شورت این که مثلا بریم یه کتاب بخریم م. یا از کتاب خونه بگیریم, بگیریم برای که خونه. چیز وجود نداشت و اینا چون هنوز ساختمانش آماده نشده بودن نشده بود در دبستان ما که اسمش مهران بود و جای وسیعی داشت در اونجا گذاشته بودن و ما برای اولین بار یاد گرفتیم که کتاب خونه چیه و رفتیم تو کتاب خونه و کتاب گرفتم یادم از زاغ پهلو سفید اولین کتابی بود که وقتی یادم الان وقتی میگید دارم فکر میکنم اولین اول کتاب بود که من قرض گرفتم کتاب دارم. کودکان بود کتاب برای نقاشی بود مثلا اوه. با یه متن خیلی ساده و من در واقع میشه گفتش که تا وقتی که این کتاب تو این دبیرستان تو دبستان ما بود در دبستان مهران بود یه زمان زیادی از وقت بعد از مدرسه ما میرفتم اونجا برای هم یه محیط خیلی دلپذیری داشت سندلی های قشنگی داشت یعنی ابتدا یه رابطه معنوسی پیدا یه کردی یه با با کتاب پیدا کردم اوه. و بعد خودم کتاب خونه درست کردم اوه. تو خونه خودم و برای خودم کتاب جمع کردم ولی این تاثیر کانون پرورش فکری کودکان هم فعالیتاش مثلا نمایش تئاتر مثلا یا کار فعالیت های مختلفی که بچه ها پیشنهاد میکرد و هم کتاب خوندن. و من میخوام بگم که این یکی از مهمترین شاید فعالیت های فرهنگی بود که در کشور ما شاید در اون زمان انجام شد و تونست آدم های مثل من رو به کلی دگرگون بکنه چه چیزایی از هنر از این هنر هفتگانه هشتگانه هر تعداد که بخوایم نام ببریم موسیقی شعر نقاشی سینما و غیره کدومش در دوران کودکی تو رو بیشتر به طرف خودش جلب کرد من در دوران کودکی در حقیقت خیلی شیفته سینما بودم و زیاد ما سه برادر سینما می رفتیم چه و به دمت که بلیت حتی اولش قیمت ثابت نداشت یه سینما یه سینم یه یعنی نفر صاحب سینما بود که دم در پول می گرفت ما ستایی یه تومن تموم می کردیم بابامو می شتر می زدیم یه تومن کوچولو بودیم دیگه ستایی یه تومن بهش می دادیم بقیه تخمه می خریدیم و در حقیقه هفته دو بار مثلا می رفتیم نزدیک خونمون بود سینما تازه سینما اومد. حق انتخاب زیادم نداشتین. نه حق یه سینما داشت. بود دیگه بله یه فیلم بود. ام. ولی بعدها وقتی کانون پرورش فکری فعالیت میکرد نمایش نما اینا اجرا میکرد برای ما و چون خوب خیلی تبلیغ میشد و مجانی هم بود مثلا من برای اولین بار با ت... تنه تئاتر چیه و اونجا مثلا با تئاتر آشنا شدم و این دوتا حوزه بر من خیلی مهم بود سینما و یعنی سینما و تئاتر و البته بعدا در دوران اومدم در تهران خیلی فرق کرد برای اینکه اصلا یهو فضای فرهنگی باز شد مثلا من برای اولین بار رفتم موزه نقاشی نمیدونم تمام اینا یهو برام مطرح شد و اومدم وقتی پاریس اصلا یهو خیلی وسیع‌تر شد ولی بخوام بگم اون دوران اگه بخوام به سالتون برگردم تئات و سینما دو تا حوزه بود که خیلی سمنان یک شهر کوچیک حالا دیگه کوچیک نیست اگر... الان دیگه کوچیک نیست منم اون موقع سمنان یادمه چون من اه. میرفتم به شاهرود هر سال و همیشه بین راه های شاهرود بود یک شهر کوچک بسته تا حدی اما آروم اتفاق خاصی تو سمنان روح وقت رخ نداده بود بعد یک بار تهران یک شهر بیدر و پیکر دانشگاه اومدی اونجا از دوران بعد از دیپلم اومدی تهران با تو برای تو چی اومد به تو چی داد؟ بعد از در حقیقت ما هر چ... هر چهار تا برادر در حقیقت بعد از دیپ... اون موقع که دانشگاه نبود خب مجبور بودیم که بعدا هممون میخواستیم ادامه تحصیل بدیم دیگه بیایم تهران و من در حقیقت اون موقع بر سر این دو راهی بودم که چه, چه چیزی را باید انتخاب کنیم با انتخاب بکنم رشتم ریاضی بود ولی به یه نوعی دلم میخواست که یک موضوع اجتماعی باشه چون به مسائل اجتماعی بیشتر علاقه داشتم چرا؟ کتاب زیاد خونده بودم بعد فکر میکردم که در واقع اگه بخوین راستش بخوایم من فکر میکردم که ما با جامعه رو عوض بکنیم تو جامعه ما مشکلات خیلی زیادی داریم ما یه جامعه از دیدگاه سیاسی؟ بله یعنی ایده یک جامعه بهتر داشتم ولی بدون اینکه بدونم این چیه و فکر میکردم باید جامعه شناس شد و این کلمه جامعه شناس رو شنیده بودم بدون اینکه بدونم این واقعا خیلی چیه و بدون که در دبیرستان ما مثلا یکی به ما گفته باشه که خیلی چیه من یادم از وقتی به مادرم گفتم که من میخوام جامعه شناسی برن گفت یکی از به نام دکتر شریعتی اونم جامعه شناسی خونده حرفای خیلی جالبی میزنه ولی من نمیشناختم اصلا اونا ولی بر من جامعه شناس کسی بود که در حقیقت میخواست جامعهش رو عوض کنه و با این تصویر اومدم و چرا میخواستی جامعه رو عوض کنی؟ برای که فکر میکردم که اون چیزی که من رو زج میداد اینه که چرا ایران یک کشور عقب مونده چرا وقتی که مثلا مقایسه میکنیم چرا کشور پیشرفته اروپایی اینقدر پیشرفتن چرا امریکا مثلا پیشرفت؟ من داخته داخته اون موقع اروپا رو از طریق همون دریچه دریجاهای... آره دیگه از همون کتاب هایی که میخوندیم از یه دونه کتاب خونه بود اون موقع در نزدیک خونه ما ماره اصل چار ترومن. امریکایا درست کرده بودن که کتاب های به زبان ساده راجب به زبان انگلیسی بود در مورد چیزهای مختلف دنیا یه امریکایی بود که اونجا ما میرفتیم کتاب ازش قرض گرفتیم و تو این کتاب اکثرا ما رو در مورد اروپا بود یا امریکا بود یا ژاپن بود و برای من این حیرت آور بود که چرا ما باید تمدن به این بزرگی چرا الان به این روز افتادیم چرا اینقدر عقبیم چرا بی سواد داریم چرا مثلا جادامون اینجوریه چرا اینقدر فقر زیاده تو جامعه ما و برای این فکر که برای اینکه ما جامعه شناس مغز ساده اوه. جوونه من این بود که ما جامعه شناس خوب با داشته باشیم جامعه شناسی که فکر کنم وارد خب دانشگاه شدی دانشگاه اون زمان پر از چالش های درونی بود نسبت به جهان پیرامون سیاست در دانشگاه یه ای آینه ای از خودش ساخته بود تا چقدر متاثر از این فضا شدی تو زندگیت در دانشگاه حادثه خیلی مهم میبرد تو زندگی من بود برای اینکه من یه جوون شهرستانی دنیا ندیده یه کاملا در از اون فضا بزرگ شده یه خانواده خیلی کم و بیش فرهنگی و یه رابطه خیلی نزدیک و صمیمی و احساسی مثلا داشتم با داداشم وحید که خب بیشتر چیز داشتیم یا اون برادر بزرگ دو تا برادر بزرگترم بیژن و مجید با همه اینا ما خب یه دنیای خیلی کوچولوی داشتیم یا پرتاب شدیم دهیران. به شهر بزرگ دهیران. و همین من اومدم دانشگاه یه متوجه شدم که اصلا اینجوری نیست که من فکر میکردم ما با تازه باید بریم مثلا ما فکر می‌کردم اون موقع ما جامعه رو میتونیم از طریق جامعه شناس شدن عوض کنیم بعد اونجا اومدم بلا به من گفتن نه نه اینجا ما باید با حکومت رو عوض بکنیم تمام مشکلات برای حکومته و در نتیجه من همون شمزه آزار اولی که اومدیم در دانشگاه اعتصاب کردیم و زدیم شیشه بیشه رو شکوندیم و خلاصه شروع کردیم و چه حسی داشتی؟ و یه چیزی که هست اون موقع اینه که شما وقتی که از یه کوچیک میایید از این خانواده خیلی برای جموجور جور مثلا شهرستانی خارج یا حس میکنید بزرگ شدید نه حس میکنید که در خودتون تصمیم گرفتید یه سنگو بردارید بزنید به یه شیشه و این حس بزرگ شدن بود و همچنان حس اینی که وجود داره تو این جامعه به با عنوان بازیگر و کنشگر وجود دارین و میتونید و میخواهید جامعهتون رو اینجوری عوض کنید و تصمیم بگیرید و فهمیدید که اشکال کار کجاست؟ اشکال کار از حکومته. گرایش خاصی هم در تو شکل گرفت؟ نه من اول که اومدم گرایش خاصی نداشتم البته بعضی از هم کلاسی هم که با سابقه تر بودن مثلا گرایش متمایل بودن به سازمان شرکای فدای خرق یا حزب توده یا گرایش های مذهبی مجاهدین خرق مثلا اینا خب من با همه اینا در کوی دانشگاه یا جای دیگه رفیق بودم توده زیادی هم خب در دوره مختلف بعضیشون رو من خیلی تاثیر گذاشتن ولی من تلاش کردم خودم نه هیچ وقت احساس این که من تعلق دارم به یک خانواده مشخص سیاسی تشکیلات سیاسی در تو شکل نگیره چرا؟ بعدا دیرتر ولی اول اصلا اول احتمالا اصلاً من دمدمای انقلاب بله بله من اصلا در اون اولش من یادم از که اون موقع مثلا اومده بودم تهران فروغ فرغزاد رو نمیشه خواهدم مثلا اومدم کتاب های فروغ فرغزاد و مثلا یا سوراب سپهری رو مثلا اصلا اینا برای من اینقدر دنیا های جالبی بودن و یه کشف برای من بزرگی بودن که چجوری یه شاعری میتونه چون پروین اعتصام این میشناختیم که به مردم شعر میگه ولی که به خودش حسای خودش شعر بگه اینا را... یه انقلاب بود آره یه انقلاب در درونی بود بر ما یعنی یه نوع مثل که دوباره تو خودتون متولد بشین از یه جور دیگه بشین اصلا و خب جامعه شناسی هم بودیم و همه کتابهایی که می‌خونیم در ارتباط با این مسائل بود و من یادم هست که تصمیم گرفتم تاریخ ایران رو بشناسم حس کردم که خیلی کم ایران رو می‌شناسم و یک سال فقط کتاب راجع به تاریخ ایران می‌خونم هر چی کتاب تاریخ بود خونه نشسته بودیم کلاس می‌رفتیم بعد می‌اومدیم می‌شستیم هم تا کتاب می‌خوندیم با بچه‌های دیگه بحث می‌کردیم یعنی یه دوران عجیب غریبی بود که توش چیزی که خوب بود این تلاش بود و چیزی که بعد تو می‌خواستی پیدا بکنی نه ولی یه خود اینه که بد بود تو این این بود که ما در حقیقت جامعه شناسی رو به عنوان یه علم نگاه نمی کردیم به عنوان یک حوزه دانشگاهی نگاه نمیکردیم یا تاریخ ها تاریخ ها به عنوان ابزاری برای تغییر نگاه می کردیم یعنی فکر می کردیم این علم رهایی بخشه بنابراین این باید شد که ما دید کاملا با دید سنجشگرانه دید همراه با نقد انتقاد نداشته باشیم ما دیده بسته تری داشتیم فکر میکنیم باید انقلاب بشه حکومت بر کنار بشه یه حکومت ایدئالی که ما فیلم کنیم حالا چپیه یا هرچی اون بیاد و ما با این دید میرفتیم سراغ مسائل و این باعث میشد که نگاهمون تقلیلی باشه و اینو تعصب پیدا کنیم با همین نگاه رفتی تا رسیدی به یک مرحله که اسمش انقلاب 57 بود درسته؟ بله چه حسی داشتی با برامده در واقع اون شور و اون دادخواهی ها در چیزی به نام انقلاب 57. ببینید <applause> انقلاب ۵۷ برای نسل من حادثه خیلی کلیدی بود دست کم برای نسلی که من توی زندگی می کردم و می شما هم کم و بیش به همین نسل تعلق داریم برای اینکه انقلاب موقع اتفاق بوده که ما 21 دو سال داشتیم پر از آرزو پر از ایدئال های خوب برای جامعهمون و پر از انرژی و هیجان برای اینکه مشارکت بکنیم و عضوی از این نیروی زنده باشیم که میخواد جامعهش رو عوض بکنه و دگرگون بکنه و در واقع ما رو به سمت اون جامعه برتر یا بهتری که میخواستیم صحبت ما با اینجوری رفتیم سراغ انقلاب و هیچ نتونستیم با فاصله فکر کنیم مثلا فکر کنیم که ام چه اتفاقی میفته ما این کارهایی که داریم میکنیم مثلا من یادم هست که خب ما چپی بودیم من از شهرستانم که اومدم چپی نبودم مذهب. مذهبی اون صورت هم نبودم ولی چپی هم نبودم ولی بیشتر گرایش مذهبی داشتم من یادم هست حتی وقتی قبول شدم نذر کرده بودم رفتم مشهد برای نظر خودم رفتم مشهد و یادم هست که ده تومن نذر کرده بودم که بذارم تو زریع امام رضا و رفتم ده رو نذرم تو زریع امام رضا موقعشون نذر کرده بودم ولی بعد که دیگه چپی شدم در واقع هیچ فکر نکردم که عواقب کارهایی که ما داریم میکنیم چیه یعنی خیلی ساده انگار انگارانه وارد انقلاب شدیم برای اینکه جوان بودیم فکر نمی‌کنید وقتی ساده انگارانه یعنی مثلا من میرفتم او. مسجد مثلا فوزیه امام حسن رسکری میدان فوزی امام حسین جدید فوزی سابق او. و اونجا اینایی که میمونن مثل هادی قفاری اینا میمدن اونجا سخنرانی میکردن ما میرفتیم اونجا هیچ اعتقاد اصلا اعتقادی به این حرفا نداشتیم ولی بعد که تموم میشد میمدیم بیرون کار خود تظاهرات میکردیم و شلوغ میکردیم نه. و شعاره اونا هم حتی متوجه نبودیم که مثلا بعد از این شعاری که داریم میدیم اینا معنا داره اینا نیروی اجتماعی وجود میاره و بعد بعد بهاشو بپردازیم امروز بونوار استاد دانشگاه حتی در زمینه جامعه جوانان وقتی کار پژوهشی میکنی در مورد نسل خودت مال اون سن چه فکر میکنی؟ آیا فکر میکنی به اختزای سن او نمیتونست فراتر از این رو ببینه به اختزای شرایط اجتماعی که در برش، درش پیدا کرده بود چون برخی میخوان یه بار مسئولیت سنگین رو به گرده یه اون نسل بگذارن نسل 20 بیس, بیس ساله و بگن که تو چرا فردا رو نمیدیدی؟ اصلا خب شاید اصلا پرسش این باشه که این امکان داره اصلا فرداشو میتونه ببینه این 21 بیس ساله بلکه به نظر میاد که بیشتر اون نسل داشت تو همون روز زندگی میکرد ببینید هگل یه اصطلاحی داره به نام روح زمانه ام. ما تو اون روح اون زمانه زندگی میکردیم که توش شورشی بودن، توقیانگری، ارادگرایان بودن، ایدئالیست بودن در حد خیلی در حد خیلی بالا ویژگی اون نسل بود نه فقط ما در امریکای لاتین در اروپا در همه جا اینجوری بود جنبش 68 در اروپا یا در امریکای شمالی جنبش های امریکای لاتین یعنی همه جا در واقع این شور و هیجان بود ما هم تو همون یک یعنی توانایی که از این فاصله بگیریم نداشتیم برای همینم هم، امروز وقتی مثلا من امروز میگم که اگر منو برگردونن با این شناخت به سال 56 من از رفورم های شاه حمایت می کردم، از حکومت وقتی حمایت می کردم و هیچ وقت پای انقلاب نمیرفتم رفتم با شناخت امروز ولی من میدونم که اون روز با اون دیدی که داشتم برای من انتخاب طبیعی بود حتی انتخابی نبود که داره شک بکنم یعنی فکر می که هرچی به جای شاه بیاد خوبه برای اینکه هیچ تصورم فکر که این دیگه بدتر انتخابی کشوری ما کرده. انقلاب میشه. اولین رخداد و رویدادی که در تا شک ایجاد میکنه چیه؟ در تا شک به اینکه آنچه که من ساختم، آنچه که من کمک کردم نساختی ولی آنچه که من همراهی کردم تا برپا شد با من نیست، بر منه که این سال اتفاق افتاد؟ شاید حوادث خیلی کوچولو و خیلی معمولی که برای دیگران هم پیش اومده ولی برای, برای من پیش اومد مثلا بستنی بعضی از روزنامه ها دومیش این بود که وقتی شروع کردن به اعدام کردن و اینا من یادم است که خانم یکی از دوستامون که ایرونی نبود وقتی که دیشب صحبت میکردیم با هم دیگه گفتش که توی مهمونی گفتش که ولی چیز بدیه که اینجا دارن اعدام میکنن چیز بدیه که مثلا میخوان دست دوزدار رو دست قط کنن نمیدونم اینا بعد یه من خیلی ساده بهش گفتم اینا همش چیزای انقلابه اینا همش در واقع پیامدهای انقلاب همه انقلابهای دنیا اینجوری بودن هم حرف معمولی که همه اوه. همه میزنن انقلابی اون میزنن که اینا خیلی عادیه که مثلا این اتفاقات بوده انقلاب خون می‌خواد از این حرفا گفت که این حرفا چه باید فکر کنی که این کسی که دارن اعدام میکنن برادر و خواهر خودتن یا اون کسی که دستش داره قطع میشه خودتی برادرت آیا همینجوری قضاوت می‌کنید گفت انقلاب حق داره که تو رو قطع کنه یا برادرت رو به خاطر فکر دیگ متفاوتش اعدام کنه این حرف رو من خیلی تاثیر گذاشت و سومین حادثه موقعی بود که به یه دلیل ریخته بودن خونه ما به خاطر یه موضوعی اصلا هیچ رفت به خونه نداشت و یه دادن تو خونه ما کمیته دیده بود که پدر من عرق داره تو خونه ما در جنو بردن دو با مبارزه با منکرات خونه آقای آزاده تو عباس آباد تو تهران بعد ما رفتیم که پدرمون رو آزاد بکنیم اونجا اون که اونجا بود گفتش که ایشون تون این چیزها رو گرفتن حالا من دیگه وارد جزئیات نمیشم ولی من خودم میارم یه هفته دیگه اینا میدم دست شما باباتون روز تولد یا صاحب زمان یا امام حسین میارم میدم خیرتون راحت بشه ما هم خونه و بعد یه هفته زنگ زد ایشون گفت که من فردا صبح باباتون رو میارم تحویلتون میدم ما فردا ایشون با پدر من صبح زود اومدن ساعت 6 بعد از من رفتم حلیم 6 صبح من تو حلیم خریده بودم و سر سفره حلیم مفصل اینا که حاجاقا میارن پدرمون رو میکنن و اینا حاج آقا اومدن وقتی که سبونه رو خوردن رفتن بعد بعد دقشان کنم گفت این پدرتون رو دست شما دیگه از این کارا نکنه و خلاصه ما گفتیم نبا با این رو عرقی و فلان و بابا نمیچی نمیگفه ایمونی بعد چون میدونستن که همه امشب میره میخوره برای اینکه یه هفته نخورده <تصحنت> اومد دمه در به من گفت که سه هزار تومن میشه من <تصحنت> یادم از سی تا ست تایی شمردم رفتم از اتاق براش آوردم برای خودم خوشکم زده بود یعنی رئیس دایره با م... موضوع با منکرات که بالای سرش جملاتی در مورد درستکاری، امانت، نعی از منکر، امر به معروف همه این آویزون بود عکس های درشت نمیدونم امامان، آیت الله خمینی اینا به همین راحتی یک سال بعد از انقلاب به همین راحتی فاس... در واقع از شما رشوه میخواست اما خیلی زود این سه هزار تومن تبدیل به میلیون ها شد ده. تبدیل به رشوه های کلان شد باجگیری های کلان شد ولی بر من یک تکان بود برای اینکه فکر کنم چجوری میشه من این به این انقلاب و تغییر انقلاب تغییر این یک تکان بود اما کی ناامید شدی نسبت به هنجارها نسبت به آن روندی که داره پیش میره بعدش وقتی که خب حمله به گروه های سیاسی شروع شد و اعدام ها به گیر و به ها زندانی کردن ها خیلی از من رفتن زندان هیچ وقت بر شاید منم اگر مثل اونا بدشانس بودم امروز مقابل شما نشسته بودم و زیر خاک های سرد بودم منم میتونستم خیلی راحت یکی از اونا باشم ولی حال همه اتفاقات باید شد که متوجه بشیم که در حقیقت انقلاب همیشه یه چیز مطلوبی نیست و انقلاب میتونه چنین نتایج ناخواسته ای رو داشته باشه و شاید اصلا راه انقلابی راهی راه نبود که ما به واسه میرفتیم و اینا همش به صورت سوال و تردید در من مطرح شد پرسش هایی که بعد تو زندگی سعی کردی اونها رو برایشون یه پاسخ پیدا کنی شش سال موندی ایران مدتی هم بعد همزمان که داشتی درس میخوندی شناسی و بعد جامعه شناسی ارشد در دبیرستان البرز هم تدریس می‌کردی بله من اون موقع یه آشنایشم در دبیرستان البرز که به من پیشنهاد کرد که اونجا برای اینکه رشته جامعه شناسی را یعنی رشته علوم انسانی را اضافه کرده بودن به من پیشنهاد کرد که درس جامعه شناسی و اقتصاد بدم در دبیرستان البرز منم خب چون دانشگاه هم وقت داشتم رشته فوریسانس بودم بعدم بسته شده بود دانشگاه داشت یعنی خیلی تقلق بود داشت بسته میشد و بعدم که به خاطر انقلاب فرنگی بسته شد خب فوری قبول کردم و دبیر دبیرستان البوت شدم و دبیر دبیرستان دیگم که اسمش بهار امید بود و بیشتر بعد عکس البرد البرد هر چی نخبه بود به هر امید مردودیا رو فقط قبول می‌کرد در واقع تو این دو تا جای کلی متفاوت بیچاره تو میدون انقلاب در واقع عبر سیمتری بود نه. اینا تو اینجا کار کردم و این در نزدیک کردن من به مسائل آموزشی خیلی نقش داشتن چرا تصمیم می‌گیری از مملکت بیای بیرون در واقع فضایی که در ایران به وجود اومده بود <applause> بحث شدن دانشگاه ها و اینی که تمام دانشجویانی که اون موقع به در رشته مثل جامعه شناسی یه نوع دیگه ای فکر میکردن عملا جایی در دانشگاه نداشتم یادم از یه کارمند اداره آموزش داشتیم یه آقایی بود که خیلی با من دوست بود دفعه بهش تلفن زدم گفتم بعد از انقلاب فرهنگی دو سال سال گفتم دانشگاه داره وا میشه میدونی بالاخره کی وا میشه اینا گفتش که بیا با همدیگه یه بقالی بود که اونجا میرفتیم ساندویچ خیلی خوبی به ما میداد با اصل و خامه گفت بیا اونجا با هم دیگه یه ساندویچ بخوریم برای تعریف کنم بعد من رفتم اونجا گفت نه این دانشگاه که دان به درد تو میخوره و نه تو به درد این دانشگاه میخوری برو یه فکر دیگه برای کن برو یه مغازه واکن کن برو نمیدونم یه کار دیگه بکنه اینا. و واقعیت اینه که در حقیقت من هیچ دورنمایی برای ادامه تحصیل تو ایران و ادامه حتی زندگی عادی که نمیدی. بخوام دوست داشته باشن نداشتم خود در معرض خطر و تهدید هم میدیدی؟ بله خب معلومه همجوری گفتم خب خیلی دوستای من به دلایل مختلف از هم کلاسی های من دستگیر شده بودم بعضی هاشون هیچ وقت دیگه آزاد نشدن و هر لحظه اسم میکردی که نوبت توست هر لحظه من فکر میکردم نوبت من میتونه باشه و در حقیقت اگه حقیق همچه اتفاقی بود فقط شانس یک اسمش فقط مدرک فوق لیسانس رو بهت ندادن همین به همین بله درست البته مدرک فوق لیسانس رو به در اینکه که آقای پرهام که باقر پرهام که استاد راهنمای من بود ایشون هم از دانشگاه اخراج شده بود یعنی اشکال ما دو تایی هم استاد هم شاید اخراج شده بود اینه که دیگه اصلا امکانه یا میواز اصلا به کلی موضوع رو عوض می‌کردیم اصلا می‌رفتیم سراغ چیز دیگه و در همین درگیری ها بود که بالاخره اتفاقاتی که در ایران افتاد و فش حال این خطراتی که برای همه وجود داشت باعث شد که منم فکر کنم که اگر بتونم برم خارج شاید به نفعم باشه و در تدارک رفتن به خارج بیست و شیش بیست هفت ساله یا بیست, بیست و هفت سال بیست ساله بود بیست و سال بعد بیست و دستین بیست سالگی جلای وطن یادم نیست فکر کنم بالزاک گفته ترک سرزمینی که دوستش دارم برای یافتن سرزمین های بهتر ترک دوستانی که دوستشان دارم برای یافتن دوستانی بهتر اون کم جنبه ارادی داره ولی این اتفاقی که برای تو افتاد بخشش تحمیلی بود یا جبری بود تو نرفته که دوستان بهتری پیدا بکنی شاید یعنی فرایند فرق میکرد به هر حال چه حسی داشتی روزهای نخستی که در خیابانهای پاریس قدم میزدیم؟ من البته قبل از این قلابم تصمیم داشتم که برم خارج و رفته بودم حتی امریکا برای اینکه ادامه تحصیل بدم در اونجا برای اینکه برحال من جامعه شناسی رو خیلی دوست داشتم معدلمم خیلی بالا بود و برای من همیشه دوست داشتم که برم و دکترا اون موقعم در ایران همچین امکانی وجود نداشت همیشه دلم میخواست میرفتم ولی این مهاجرت به پاریس به فرانسه ضمن که تصمیم خودمون نبود یعنی اونجایی که میتونستیم ویزا بگیریم در حق میرفتیم نه اونجایی که دلمون میخواست چون من ترجمه دادم یک که جای انگلیسی زبان برم دلست. تا جای فرانس زبان همزمان نمیدونستید که تا که اینجا خواهید بود چه اتفاقاتی قراره براتون بفته یعنی ما در واقع چمدونمون با چمدون اومده بودیم برای چمدون رو باز نمی کردیم. این چمدون اونجا بود برای اینکه فکر می‌کردیم ممکنه الان برگردیم دوباره همیشه این حس هم راد بود که هر لحظه امکان داره برگردی بدن. هر لحظه میتونم و برای همین هم همه انتخابایی که می‌کردیم موقتی بود موقتی بود و برای این در حقیقت مرحله بود این ساری کردین گفتیم چه حسی داشتی من بعد های کتابی خوندم از یه جامعه شناس خیلی مهم روانشناس اجتماعی خیلی مهم اتریشی که مهاجرت کرده بود به امریکا در دوران جنگ جهانی دوم به نام شوتس اون اون می نویسه در یک بخشی که رابطه ما با دور و نزدیک عوض میشه وقتی که مهاجرت میکنیم اونجایی که برای ما از جغرافیایی خیلی دوره از نظر حسی خیلی نزدیکه یعنی دائم اونجا باش با حس اون زندگی میکنیم اونجایی که از نظر جغرافیایی به ما نزدیکه از نظر حسی بهش خیلی دوریم هیچ اوه. رابطه باش نداریم و این میگفتش که این رابطه دوری نزدیکی کاملا عوض میشه و یه نوعی اگه این تابلو رو بگیرین میگفت این تابلو خاطرات یا خالی خالی میشه انگار که از نو باید همه چیز رو تعریف کنید و یادم از اولین جانویهی که در پاریس بودم هیچ حسی نداشتم یعنی از شادی مردم از هم هیچی من شاد نمی شدم. و اولین نوروز غمگینی که تو پاریس قدم می زدم یادم از خونه دوستم نهار خورده بودم اونم تو خیابونا و حس میکنم که هیچ کس خوشحال نیست هیچ کس نمیدانه که امروز نوروزه هیچ کس نمیدانه که امروز روز اول بهاره، عیده. ما مثلا عیدی میتونستیم بگیریم این اتفاقات خونه ما میافتاد هفت سین اینا هیچ کس همه دارن تو خیابونه را میرن مثل یه روز عادی و اینا همش اون ماهای اون اول مهاجرت اره. بود که خیلی سنگین نه حتی سالها با آدم میمونه این برد. حس شدگی روزی که عادت کردی که تهنیت به همه بگی لباس نور رو در تن دیگران ببینی در خود ببینی میای تو خیابون میبینی که نه یه روایت ساده و معمولی روزانه داره میگذره زبان رو یاد میگیری وارد دانشگاه میشی میری دکترا تو از سوربوندی که از مطرح ترین دانشگاه های اکادمی های علمی جهان میگیری دانشیار دانشگاه میشی برای پونزده سال امروز هم استاد دانشگاهی اما از سن بیسه سالگی شروع میکنی زبان رو در سن بیسه سالگی شروع میکنی یاد گرفتن احتمالا وقتی اول اومدی نمیدونستی چه میخوای بکنی شاید هم میدونستی اما احتمالا پیشنهاداتی که به داده میشد یا حرفایی که به داده میشد صحبت از این بود که نه اینجا شانسی نخواهی داشت در این سال تو شانسی نخواهی داشت آیا چنین تجربه هایی داشتی؟ چنین تجربی داشتی؟ من فکر کنم که همه این کسایی که اومدن خارج از کشور این حسا رو زندگی کردن یعنی وقتی که قرار بالاخره اینجا بخواید یک کاری بکنید باید سری تصمیم بگیرین و این تصمیم ها هر کدومشون یه بهایی داره یه نوعی سرمایه گذاری ویژه رو میخواد من زمانی که تصمیم گرفتم که دنبال کار دانشگاهی برم در حقیقت میدونستم که این تصمیم خیلی خیلی سختیه همه اطرافیان با من به من هشدار داده بودن من یادم از حتی یک فامیلی داشتیم که زن فرانسوی داشت و اون خانم یه فارسی هم برات بود همون هفته های اول اومد به من گفتش که فکر نکن که با جامعه شناسی میتونی تو این فرانسه کار پیدا بکنی چون خود فرانسوی‌ها جامعه شناسی هم بیکارن دو تا رشته بهت پیشنهاد میکنم برای اینکه بتونی رشد کنی با توجه به اینکه ریاضی هم خوندی تو ایران حسابداری یا کامپیوتر من منم حرفشو گوش کردم یه لیسانس کامپیوتر گرفتم به خاطر اینکه اگر جامعه شناسی نشود اوه. بالاخره یه یدکی داشته باشیم اوه. که بتونیم با... با, اونم یه مدارم کار کردم حتی ولی بعد دکترا جامعه شناسی گرفتم و اون که فکر که خیلی مهم بود این بود که بالاخره من نمیخواستم هیچ جوری اون تصمیمی که گرفتم مثل اینجا دیگه مادری می اومد دل <applause> که هر جوی شده من باید موفق بشم و دوستای دیگه بودن که مثلا رفتن کار دیگه کردن شرکت درست کردن حتی رو دعوت کردن که بیا شریک بشه با ما یا کار دیگه کردن و نخواستن کار <applause> اقتصادی اقتصادی کردن ولی من گفتم نه و با سالها با حقوق خیلی کم قبل از اینکه من دانشیار بشم هفت هف سال طول کشید که من هشت سال طول کشید که من هم تزم بگیرم هم دانشی در زمین یک بچه هم داشتی بله یه بچه هم داشتم یه در پسر موقع... هم داشتی باید زندگی اون رو هم <تصفح> همبرگر مکتونالد اون رو هم باید تعمیم میکردی <تصفح> <تصفح> آره یعنی در حقیقت یه چیز بودی ولی من یه چیزی میتونم بگم امروز اینه که اگر همکارای خوبی نداشتم و اگر جام تو تو ف... جامعه فرانسه به این ترتیب زندگی نمیکردم شاید نمیتونستم نه دانشگاه بشم و نه بعد وقت. یعنی اونا واقعا به من کمک کردن و هیچ وقت فکر نکردن که من یه خارجی هستم شاید یا یک ایرانی هستم من اون سالی که دو سه سالی که دنبال پست دانشیاری بودم در پنج دانشگاه انتخاب شدم که برم برای مصاحبه یک جا از من سوال نکردن که تو برای چی اومدی کجایی هستی دینت چیه عقیده سیاسی چیه ایدئولوژی چیه اصلا چی کار میکنه تو فرانسه همه از من پرسیدن چی بلدی چی تا... کار چه کار تایید کردی چه حس خوبی کاری چه حس خوبی نه بل. و این حس خوبی میداد برای اینکه ولی همکارایی داشتم که خیلی به من کمک کردن و تا همیشه من همیشه با اینکه با هم اختلاف عقیده پیدا میکنیم سری مسائل ولی همیشه من باید قدردان آدمایی باشم که تو زندگی به من کمک کردن از کودکی تا امروز حتی اگه بعضی موقع ها تندی کردن به من یا حتی بعضی موقع اختلاف نظر داشتیم حتی با هم دلخور شدیم ولی من هر جای صحبت کردم یا نوشتم قدردان آدمایی که تو زندگی یه تیکه رو به من نشون دادن یا کمک کردن سید ما به پایان وقت رسیدیم ولی خب یک چند دقیقه کوتاهی وقت هست به نکته مهمی میخوام اشاره بکنم خب خرانچه که تو کار کردی به عنوان یک جامعه شناس در دانشگاه به عنوان مدیر یک مرکز پژوهشی باز در فرانسه در رابطه با مسائل موزلات خود بیشتر جامعه اروپایی و فرانسوی بود نسل جوان فرانسه و غیره اما انگار یک بار بر این گرده تو بود یک حس مسئولیت در مقابل جامعه ای که کشوری که ازش اومدی بیرون ولی بیرون نیومدی در تمام سالها همراهش بودی از همان آغاز خودت رو با مشکلات که در اون جامعه بود در انداختی اما نگاه راه بردی داشتی نگاهت فرق می کرد یعنی فقط کافی برات نبود که بیای شعار بدی زنده باد مرده باد موضوعی رو در اختیار گرفتی به نام نظام آموزشی در جامعه ایران و یکی از معدود شخصیت های اکادمیکر ایرانی در خارج کشور هستی که این موضوع را آنچنان سمجوار تا کنون ادامه دادی این همه مقاله این همه کار این همه سخنرانی در رابطه با نظام آموزشی آسیب که داره زخم که داره و آنچه که باید انجام بشه در این جامعه حوزه های متوابط چرا؟ این اشتیاق یا به قول انگلیسی یا این پشن از کجا میاد؟ ببینید در حقیقت اگه به رزومه من نگاه کنید من دو تا چهره دارم یه چهره کاملا در ارتباط با جامعه فرانسه یعنی کتابهایی که منتشر کردم یا یعنی مقالاتی که منتشر کردم همش راجع به جامعه فرانسه است راجع به وضعیت دانشجوها استادا وزیر دانشگاه جوانای فرانسه و کار تحقیقی در این مورد انجام شده و اصلا به خاطر همینا هم به من پست یعنی منو به من... منو کردن یا منو استاد کردن نه به خاطر کار ایرونی بعد یه جای دیگه من دارم یه چهره دوم دارم که تو رزومم حتی خیلی کم رنگش میکنم و اون ایرانه من یه روز یه دوستم از من همین سوال کرده بوده ده سال پیش تو لندن بهش گفتم من یه دینی داشتم به جامعه خودم روز اول و شاید نقطه شروعش هم یه چیز خیلی اتفاقی بود من یه جایی تو انتشاراتی کار میکردم با تو یه ایران. گروه تو ایران و با یه گروه غیر رسمی که راجع به نظام آموزشی اسلامی کردن نظام آموزشی ایران و عواقبش فکر میکرد با اینا آشنا شدم و یه سری کار کردیم این کارا منتشر کردیم به زبان فارسی اون زمان. این دو تا کتاب صد صفحه‌ای دیدیم دو تا کتاب راجع به نظام آموزشی در واقع کشورهای دیگه و وقتی من اومدم بیرون فکر همیشه اون چیزی که برای آینده ایران مهمه یک نظام آموزشی سالمه اون چیزی که برای خوشبختی نسل آینده ایران مهمه یک نظام آموزشی سالمه نظام آموزشی با چهره انسانیه که در واقع کمک بکنه به شکوفایی شخصیت افراد به جوانای ما نسلی بسازه که آینده ایران را بتونن تضمین بکنن و ما را به سمت در واقع اون دنیایی ببرن که ما آرزو داشتیم و دنیایی که شایسته قرن 21 هست و من فکر می‌کنم این همش به این شرط فقط میشه که ما یک نظام آموزشی و یک دانشگاه خوب تو ایران داشته باشیم و اگه من کاری هم کردم فقط با این ایدئال بوده و سعیم میکنم تا این کار را ادامه بدم و خوشحالم میشم که این تعداد آدمایی که این کار میکنن خیلی زیادتر باشن و اگر بتونید در چند سنیه پاسخ بدی با آینده ایران مطمئنی ام من خیلی نگرانم ولی امیدوار هستم ولی من فکر میکنم که آسیب هایی که جامعه ایران دیده و زندگی میکنه همش عیان نیست ما یک در واقع چیزهایی داریم که آسیب هایی دیدیم که شاید ده ها سال اگه همین امروز هم شرایط معوض بشه نیاز داریم برای بهبودش ولی من فکر میکنم که ایران یک کشور بزرگی است با یک فرهنگ بزرگی با مردم خیلی هوشیار و خیلی هوشمندی و امیدوار هستم که این نسل بتونه حداقل حد نسلی باشه که جامعهش رو دگرگون بکنه و اون چیز رو به وجود بیاره که شایسته زندگی در دنیای امروز هست و آرزوی همه ما همینطوره سعید پیوندی عزیز برای من باعث افتخار بود که امروز میزبان روایت زندگی تو با صدا و بیان تو باشم سپاسگزار از این حضورت مرسی برای دعوت از با کمال افتخار حاضرم یک بار دیگه پای صحبتی تو برای یک تفسیری دیگه از روایت زندگی خودت به زبان خودت باشه خیلی حال این هم روایتی بود از یک زندگی یک استاد دانشگاه یک پژوهنده که باز هم در بستر زندگی و کار در جوامع غربی به جامعه به ایران به فردای ایران به دردهای امروز ایران میاندیشد برایش کار میکند میآفریند تا بتواند زخم ها را ترمیم کند آثارش را اندیشش را در اختیار نسل امروز و نسل فردا میگذارد تا آنها بتوانند بر آن پایه و بر آن بنیاد حتی یک نظام آموزشی چون بنیاد پرورش نسل هاست نظام ها. دموکرات دموکراتیک و در از درون و درون مایه آزاده داشته باش. همراه با دکتر سعید پیوندی عزیز مهمان چهره های امروز برای شما حاملین فرهنگ نسل امروز برای شما فرزندان فردا این تصویر رو میبینید در زمانی که ماها شاید نباشیم حتما نیستیم در فرداها برای همتون بهترین آرزوها رو داریم آرزوی در صلح جاودان در پایداری فرد فرد شما در بستر سرانجام پذیری آرزوهایتون باز هم سپاس از تو و درودی به شما شب و روزتان خوش